بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعرض سلام و شب خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و دوستداران قرآن کریم. امیدوارم که باز هم بتونیم لحظاتی رو در سایه آیات قرآن کریم و در سایه کلام پروردگار متعال سپری کنیم و در این شبهای مبارک رمضان بهره بیشتری رو در برکت این ماه بتونیم از این کتاب هدایت ببریم. ما در برنامه های گذشته آیاتی رو از سوره بقره با هم تأمل کردیم و بررسی کردیم، مفاهیم و معانی اونها رو نگاهی داشتیم که متاسفانه به خاطر شرایطی که پیش اومد چند هفته ای برنامه ها متوقف شد و امشب اولین برنامه ای هست که ما به دنباله برنامه گذشته در ارتباط با تدبر بر آیات الهی انشاءالله با هم خواهیم داشت. این برنامه هم ادامه آیات ما قبل هست که ما با هم روش تأمل کردیم و مطالبی رو هم گفتیم. آیه ای که امروز مد نظرمون هست و ادامه آیاتی که امشب میخواییم بهشون نگاهی داشته باشیم آیات 111 سوره بقره تا 117 سوره بقره هست. آیات گذشته ای که ما بهش پرداختیم یا بگیم حدود 60-70 آیه ای که در برنامه گذشته بهش پرداختیم مجموع آیاتی بود که از خطاب بنی اسرائیل آغاز شد و با وصف و به همین صورت طرح ویژگی های فکری و عملی و انحرافات متعددی که در اونها پیش اومد ادامه پیدا کرد و در انتها با خطاب مؤمنین راه و رسم بر روش درست و مناسبی که با این طیف منتسب به دین باید یک مسلمان پیش رو بگیره رو ما در ضمن مفاهیم آیات داشتیم. از این آیه تا خاتمه این بخش سوره که در ارتباط با بنی اسرائیل هست که در واقع چند آیه بیشتر نیست، این قسمت خودشیفتگی بنی اسرائیل یا خود بزرگبینی فرقه‌ای بنی اسرائیل رو برامون یادآور میشه. ما قبل از این هم تاکید بر این داشتیم که آیات در ارتباط بنی اسرائیل هست، همون گونه که خیلی از آیات دیگر در ارتباط با مقاطع مختلف تاریخ انسان سخن میگه، ولی از اونجایی که مفهوم و پیامی که آیات برای من مخاطب داره و در قیامت این پیام رو به طور زنده خواهد داشت، اصول و مبانی رو به ما از طریق اتفاقات گذشته القا میکنه و انتقال میده که این اصول و مبانی مشترک هست بین کل بنی نوع بشر. از ابتدای خلقت، از بد و خلقت بگیریم تا روزی که این قرآن نازل شد و نمونه هایی از رفتار و نمونه هایی از تاریخ حیات طیف های مختلف جامعه معاصر قرآن رو با خودش انتقال داد. مواردی از سیرت صحابه و صحنه های مختلفی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو هم ما میبینیم در ضمن آیات برامون ترسیم میشه که همه اینها در واقع اصول و مبانی رو انتقال میده که این اصول و مبانی مشترک هست و
نظام الهی رو در واقع برامون در بر داره. در نتیجه وقتی که ما بحث بنی اسرائیل رو هم میکنیم، اگرچه یک واقعیتی هست در تاریخ انسانیت و بشریت، ولی اصول و ضوابطی که ما استنتاج یا استنباط میتونیم بکنیم بر همه اقوام و بر همه ملیت ها و بر همه جریانات فکری میتونه منطبق باشه. نمیتونیم بگیم که اینها اختصاص به قوم معینی داره و تاریخ مصرف این مفاهیم و معانی هم در محدوده زمان و مکانی محصور میشه که آیات در ارتباط با اونها سخن میگه، بلکه اصل مهمی رو که علمای تفسیر طرح نمودن این هست که میگن العبرت به عموم لفظ لا به خصوص سبب، در مواردی که حتی اسباب نزول داره هم آیات قرآن و به طور منصوص افراد یا مجموعه معینی رو در بر نداره، فقط ما اون چی که در ارتباط با آیات داریم شأن نزول آیات هست. با وجود این هیچگاه مفهوم و معنای آیه منحصر به شأن نزول آیه نمیشه، بلکه اون چی که ما اعتبار معنوی رو برای آیه قائل هستیم این هست که عموم الفاظش برامون معنا داره. اما در ارتباط با اقوام و ملیت ها و جریانات فکری که در تاریخ انسان یا بشر یا انبیا قرآن کریم برامون انتقال داده، این اصول به طور ثابت قابل استنباط و قابل فهم و ادراک هست و پیام هم دائم و ثابت برای همگان هست. اون چی که در آیه 111 برامون آورده یک نوع باوری هست در جریان فکری منحرفی که بنی اسرائیل فکر میکردن که در واقع بر اصل و اساس منهج نبی خودشون هستند، ولی واقعیت این هست که به انحراف کشیده شدن، این تفکر یا این خودشیفتگی رو به نقد میکشونه. آیه 111 ما میگه وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، گفتن که هیچ کسی به جنت وارد نمیشه، سعادت و خوشبختی رو به دست نمیاره مگر اینکه یهودی باشه یا نصرانی باشه. این تعبیر در واقع تعبیری هست که هر دو جریان فکری این رو داشتن. جالب اینجاست که در زمان خودش در ارتباط با این دو خط فکری یا دو پیروان دو مذهب یا دو دین ما کلیات رو در می‌بینیم، ولی در واقع جزئیات این موضوع رو اگر بخوایم دقیق بشیم می‌بینیم که در داخل جریان فکری نصرانیت فرقه های متعدد هر فرقه ای فقط خودش رو سعادتمند فکر میکرد و بقیه رو به همین صورت گمراه و در نهایت عاقبت بد رو براشون پیش بینی میکرد. این نگاه خودشیفته ای که در بین اهل کتاب رواج داشت و عمومیت داشت امروز در بین ما هم وجود داره. اصلی هست که همه جریاناتی که به تفرقه و دور شدن از اصل فکری خودشون رو آوردن یا دوچار دوری شدن از اصل فکری خودشون، این بیماری رو مبتلا هستند. خودشیفتگی که در تمام فرقه ها وجود داره، هر فرقی به نحوی خودش رو برتر، صالحتر، سعادتمندتر، آگاهتر، راهیابتر از بقیه فرقه ها میدونه و به همین صورت تمام افکار و اندیشه های غیر رو هم تخطئه کرده و اونها رو به عنوان صرف و بی ارزش تلقی میکنه.
جالب اینجاست که شما اگر در ضمن جریانات دینی به هر سبکی که میخواد باشه وارد بشید، این مطلب رو به خوبی خواهید دید. و تمام سردمداران دین یا بگیم مراجع دینی در هر جریانی از جریانات مختلف دینی میخواد که در ضمن فرقه قرار بگیره یا در ضمن یک جریان کلی دین قرار بگیره، میخواد بودایی باشه، میخواد یک فرقه ای از بوداییت باشه، میخواد مسیحی باشه یا فرقه ای از مسیحیت باشه، این مطلب رو مراجع انتقال میدن به پیروان خودشون که ما فقط تنها گروه راه یافته و خوشبخت و سعادتمند هستیم و به غیر از ما همه گمراه و همه راه نایافته هستند. و با این خودشیفتگی همه رو ارضا میکنند و به همین صورت موقعیت دینی خودشون رو و قداست خودشون رو محفوظ نگه میدارند و بهره برداری دینی هم صورت میگیره و مردم هم به همین صورت در یک نوع تقلید کور مسیر خودشون رو ادامه میدن. هر قومی که و هر ملتی که به این بلا مبتلا باشه و با این آفت درگیر باشه، هیچگاه نمیتونه حقیقتی که در دست دیگران رو هست رو به خوبی ببینه. هر مجموعه‌ای که فکر و اندیشه خودشون رو دروازه تأمل و تدبر رو براش ببندند و جای بازنگری و جای بحث و مباحثه رو دروازه رو باز نکنند، به طور طبیعی دچار این بلا و آفت میشن. قرآن کریم و دین مبین اسلام تنها دینی هست که نصوص اساسی و بنیادینش تأکید بر این داره: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگانی رو، بندگان من رو، اون کسانی که گوش شنوایی دارند میشنوند گفتار رو و برترین و بهترین رو برمیگزینند. و در آخرت هم به همین صورت قرآن کریم ترسیم عاقبت و نهایت اون افرادی که به سیاه بختی دچار شدن رو میکنه و میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوش شنوایی میداشتیم و میشنویدیم و به همین صورت عقل خودمون رو و خرد خودمون رو به کار میگرفتیم، امروز دچار این عذاب دردناک نمیشدیم. و به همین صورت تفکر و تعقل جزو توصیه های اساسی و محوری قرآن کریم هست. پیروی کردن کور و تقلید کور و بدون اندیشه جزو راه های مذمت شده ای هست که قرآن کریم با کثرت این موضوع رو طرح کرده و انتقاد کرده. در نتیجه اگر ما بخوایم واقعا پایبند به این دین باشیم، اگر بخوایم واقعا بهره درست از این کتاب رو ببریم، باید به پیام‌ها و به اصول و مبانی رفتاری و کرداری که قرآن برامون طرح کرده خودمون رو پایبند نگه بداریم. بعد از اینکه این ادعا رو قرآن کریم مطرح میکنه که میگن کسی وارد جنت نمیشه مگر اینکه پیرو به دین یهودی یا نصرانی باشه، میگه تلک امانیهم، میگه این آرزوهاشون هست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، به اونا بگو که دلیل خودتون رو بیارید اگر واقعا راست میگید. شما اگر با یک انسان عامی پیرو به یکی از مذاهب فرقه های اسلامی باش برخورد داشته باشید، عیناً همین ادعا رو داره بر اساس اون چه که براش انتقال دادند، با اون داستان سرایی کردن که
چون ما شیعه و پیرو فلان فرد هستیم، چون ما مقلد این شخص هستیم، در نتیجه ما راه یافته هستیم و ما سعادت و خوشبختی رو به دست آوردیم و سعادت و خوشبختی اختصاص به ما داره و منحصر به ما خواهد بود. دیگه این دعا هست، این یک نوع آرزویی هست که در دل دارند. این اصولی نیست که قرآن کریم آورده باشه که اون کسی که خودش رو نسبت بده به فرد معینی از اهل بیت پیامبر، به فرد معینی از صحابه پیامبر، به فرد معینی از ائمه دین، به فرد معینی یا شخصیت معینی در تاریخ، در با نسبت خودش با ارتباط نام میتونه سعادت و خوشبختی رو به دست بیاره. که دلیل خودتون بیارید. بلا اینطوری نیست، بلکه اینطوری هست که من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلکه اینطوری هست که دو اصل هست که ما در تمام ادیان اینو گفتیم و در اسلام هم برش تأکید کردیم. اون کسی که متوجه بشه، رو بکنه به طور خالص به سمت پروردگار متعال، به سمت پروردگار متعال رو بیاره، یک اراده قلبی و صفای نیت رو در داخل سینه خودش حامل باشه. من اسلم وجهه لله، اون کسی که چهره خودش رو، جهت خودش رو، مسیر خودش رو، قلب خودش رو، نیت خودش رو تسلیم الله متعال بکنه. ما رو به قبله میکنیم، در واقع رمزی هست از رموز خلوص و جهت داشتن به سمت رضایت الهی. ولی این رو آوردن بدون حضوری که در قلب وجود داشته باشه نمیتونه نقش عملی در زندگیمون داشته باشه. شرط اول این است که یک تسلیم قلبی و یک جهت ارادی در درون انسان شکل بگیره به سمت الله متعال، نیت، اراده. دوم، و هو محسن، در حالی که در حال نیکی هست و نیکوکار هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر عملی که درش امر ما نباشه اون مردود هست، و کل محدثه بدعه، و هر نوع آوری در دین هم بدعت هست، و کل بدعه ضلاله، و هر بدعت هم گمراهی هست. این دو شرط قبولی و سعادت و خوشبختی، شرط دو شرطی هست که همه ای انبیا این دو شرط رو گذاشتن و در دین نبی ما و خاتم المرسلین هم این دو شرط برش تکیه کرد شده. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى، اعمال انسان به نیتش مرتبط داره است و هر انسانی بر اساس نیت و اراده است که بازده و ثمره عمل خودش رو دریافت خواهد کرد. اون کسی که این دو اصل رو در خودش حامل باشه، صفای نیت و اراده درونی که تسلیم امر پروردگار باشه و رضایت الله متعال رو جویا باشه و عملا پیرو نظام و قانون به شریعتی که و هو محسن که درش نیکی تعریف شده باشه، نه نیکی که ما خودمون ایجاد کردیم، نه نیکی که ما خودمون براش داستان ساختیم. خیلی ها پیاده روی تا کربلا رو نیکی میدونند، ولی ما تا کعبه هم پیاده روی رو نیکی نمیدونیم، چون در هیچ جای شریعت نمیده که به پیاده به حج رفتن درش فضیلتی هست.
اگر سواره برید اون فضیلت به دست نمیاد. اشک ریختن ما میدونیم که برای خوف خدا، خب به هر حال از خوف عاقبت و نهایت ارزش داره. دو تا چشم هست که آتش جهنم درش وارد نمیشه، چشمی هست که در مسیر حراست دین الهی بیدار مونده، چشمی که از خشیت الهی اشک ریخته. ولی ما در هیچ جایی نداریم که با تصنع و با نوح سرایی اشک رو جاری کنیم برای یک داستان قصه ای که خودمون هم نمیدونیم کی اینها رو ساخته و چقدر اونها درش پردازش ایجاد شده و چقدر دروغ و گزافه شده. و اگر حقیقت هم داشته باشه، خب اتفاقی در تاریخ افتاده و مثل اون اتفاق میلیون ها هزاران اتفاق هم افتاده و هیچ فضیلتی نیست که ما برای این چنین اتفاقاتی بیم اشک بریزیم و با اشک ریختن رتبه حاصل کنیم. انبیا بودن که تعدادشون هزاران صدها در راه پروردگار متعال با ظلم و شکنجه شهید شدند. اصحاب اخدود یک قوم کامل در آتش افکنده شدند. خب تاریخ اونها رو ما بیاییم بگردیم که در چه روزی چه ساعتی این کار شده و براشون نوح سرایی کنیم، این چیزی نیست که برامون هیچ گونه اجر یا هیچ گونه فضیلتی ثابت بشه شده باشه. به همین صورت تمام افعال عبادی ما این مطلب رو داره. به خاطر این تأکید همیشه در ما بر این داریم که در پی این باید باشیم که سنت ها رو خوب بدونیم، که بر اساس سنت عبادت کنیم. فکر نکنیم که هر عملی انجام دادیم میتونه اون عبادت باشه. چه بسیاران کسانی که از عبادت خودشون به جز سختی و دشواری که برای عبادت متحمل میشن بهره دیگری رو ببرده باشن. به این اساس اون که شرطی که یا اون وضعیتی که سعادت رو به دنبال خودش داره این هست که اصل مواجهه لله و هو محسن، تسلیم حکم الهی، تسلیم نظام الهی بشه انسان، قلبش روح بیاره به سمت پروردگار متعال و نیکوکاری هم عمل کردش باشه بر اساس موازین شرعی که برامون نیکی رو تعریف کرده. فله اجره عند ربه، این افراد هستند که اجرشون در نزد پروردگار ثبت شده هست، محفوظ هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و از هیچ عاقبتی نه خوف دارند نه ترس دارند و نه هم حزن و اندوهی رو دچار میشن. حزن و اندوه نسبت به گذشته ها هست، خوف نسبت به آینده هست. نه از آینده میترسن که چی میخواد بر سرشون بیاد، چه اتفاقی براشون خواهد افتاد، و نه نسبت به گذشته حراسی دارند. وقتی که انسان نیت و ارادش پاک باشه، وقتی که انسان پایبند به نظام الهی باشه، حتی اگر در این میان با تحقیق به خطا رفت، نیتش پاک بود، تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که سنت این هست که به عنوان مثال دست رو روی سینه ببنده در نماز، اگر در این تحقیق خودش فرضاً اگر دوچار خطا هم شد اجر خودش رو داره. اما اون کسی که چشم بسته فقط به خاطر اینکه آبا و اجدادش به شکل معینی این عبادت رو به این شکل انجام دادن انجام بده، اگرچه درست هم باشه، مطابق با سنت هم باشه، اجری که فردی که تحقیق و پژوهش کرده رو به دست نخواهد آورد. حد اقل تحقیق و پژوهش این هست که انسان از اهل علم بپرسه. اهل اون کسانی هستن که علم به کتاب و سنت دارن، نه خودشون چشم بسته هستن و کورکورانه از عده دیگه دارن تقلید میکنن. اون فردی که خودش مقلد است صلاحیت علمی نداره که ما از اون بپرسیم، چون اون خودش چشم بسته است. باید انسان از کسی بپرسه که اهل علم باشه و خودش اهل تحقیق باشه، اهل پژوهش باشه.
امروز امکانات پژوهشی برای همه فراهم هست، فقط انسان ابزار دریافت علم رو داشته باشه، اصول و مبانی علمی رو داشته باشه، بدونه خیلی راحت میتونه برسه به نتایجی که لازم هست. زبان عربی رو بدونه، اصول فقه رو بدونه، اصول حدیث رو بدونه، خیلی راحت میتونه پی ببره که حدیث صحیح هست یا حدیث ضعیف هست، بر چه اساسی این حکم میتونه از این حدیث استنباط بشه، یا این استنباط صحیح هست یا این استنباط غلط هست. و این ابزار علمی در این سطح برای هر کسی که بخواد سعی و تلاش بکنه و دریابه آسون هست. به هر حال باید ما از اهل علم، از اهل افرادی که خودشون اهل تحقیق و پژوهش هستند، از اونها بپرسیم و در نتیجه این حد اقل پژوهشی هست که میتونیم ما در این باب داشته باشیم. در ادامه آیه 113 ادعای دیگر یا یک خودشیفتگی دیگری رو از اهل کتاب قرآن کریم میاره. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. آیه 111 ارتباط با آخرت بود که یهود مطلبی رو دوستان لطف کنید تماس نگیرید، فقط برای با واتساپ پیام میتونید بذارید. ممنون میشم اگر پیام بذارید بهتر است. ممنون میشم. دوستان از با واتساپ میتونن پیام بذارن، تو ما پیامتون رو میتونم بخونم و یا اینکه صدا صوتی هم باشه میتونم بشنوم. اما به صورت تماس متاسفانه امکانات تماس فراهم نیست. بله، در آیه 111 و بحث خاتمه نهایتی بود که مدعی بودن که این نهایت از ما آن ما هست. آیه 113 خودشیفتگی در ارتباط با داشته هایی هست که اونها مدعی بودن که ما داریم. میگن که وقالت الیهود لیست النصارى على شيء، یهود میگن که نصارا هیچ چیز حقیقت رو ندارن. وقالت النصارى لیست الیهود على شيء، و نصارا میگن که یهود هیچ چیزی از حقیقت رو با خودشون ندارن. و هم یتلون کتاب، در حالی که اینا هر دوشون کتاب رو میخونن و میدونن که در کتاب چه چیزهایی یا چه مطالبی هست، میدونن که کتاب در واقع کتابی که دارن تورات و انجیل هر دو تأیید همدیگه میکنه و هیچ کدوم از این دوتا در تعارض و تناقض نیست. این نگاه غلطی که در پیروان مذاهب و فرقه ها وجود دارد در ارتباط با خود، این هم عامل دومی هست از اینکه انسان بی بهره بشه از خیری که در دیگران هست، از حقیقت هایی که در باور دیگران میتونه باشه. این نفی کردن تمام اون چی که در باور دیگر افکار وجود داره یا پیروان دیگر ادیان وجود داره، این یک نوع جهل و ناآگاهی رو در واقع میرسونه. بذارید تا صدای بینادر بشنویم که بسیم که سلام استاد عزیز، حکم ادعا کردن به قبل اومد خطا شروط من این نوع ادعاهایی که در هر پیرو دین و مذهبی میتونه وجود داشته باشه و هر جریان فکری میتونه این چنین تنگ نظری رو با خودش حامل باشه، خب به طور طبیعی این موجب میشه که افراد در یک محدوده
تنگ فکری خودشون رو حصر کنند و از حقیقت و از یافته های دیگران محروم بمونند. این اصل در واقع اصلی هست که موجب انجماد فکری در جریانات فکری و در بین پیروان مذاهب میشه. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. این روشی هست که افرادی که آگاه نمیشن، یعنی آگاهی به دست آوردن در اونها اساسا درشون انگیزه وجود نداره. لا یعلمون به معنای نمیدانن نیست، به معنای آگاه نمیشن، یعنی آگاهی به دست نمیارن، یعنی برای آگاهی به دست آوردن هیچ گونه آمادگی ندارن. این گونه افراد خب به طور طبیعی این گونه رفتار رو با دیگران میکنن، حاضر نیستن که فکر و اندیشه طرف مقابل رو بخونن، حاضر نیستن که فکر و اندیشه حداقل صدای دیگران رو بشنوند. این تنگ نظری و این نگاه محصور و محدود از محکوم شروع میشه به حاکم منتهی میشه. حاکم وقتی که جبر و استبداد فکری رو قائم نگه میداره، وقتی که آزادی اندیشه و فکر رو از مردم سلب میکنه، وقتی که دیگر اندیشی رو حرام قرار میده و هر فکر دیگری رو بهش ده ها اتهام میزنه و حتی تا چوبه دار هم اونها رو سوق میده، خب به طور طبیعی پیروان این افکار و اندیشه ها هم این تنگ نظری رو دنبال میکنن و هیچگاه حاضر نیستن که روزنه ای برای بازنگری فکری خودشون باز کنن. خیلی موقع هست که واقعا انسان براش جای سوال هست که این شخصیت با این رتبه علمی و دانش که داره چطوری این خرافه رو تونسته بپذیره که در دنیا شخصیتی هست مجهول به نام مهدی با اون فکر و اندیشه‌ای که کل جهان زیر سلطه او هست و حاجت همه رو برآورده میکنه و چندین قرن هست که زنده هست و تا قیامت هم به همین صورت خواهد موند و برایش باید انتظار کرد که شون میخواد بیرون بیاد. نمیدونم این خرافه‌ای که به هیچ عنوان به هیچ در هیچ فکر و عقل و اندیشه آزادی نمیتونه جا بگیره، چطوری میتونه در یک انسان عاقل و یک انسان عالم و یک انسان فرهیخته و دانشمند جا بگیره مگر اینکه دچار این بیماری باشه، این بیماری که در خودش این احساس رو داشته باشه که هیچ کسی غیر از من بر حق نیست و تمام داشته های من حق هست و تمام داشته های دیگران باطل هست. الله متعال هم در جواب این جریان میگه که فالله یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. الله متعال هست که حکم خواهد داد در قیامت در بین اونها در ارتباط با اون چی که درش اختلاف کردن. یکی از دلائل قیامت و یکی از دلائل وجود آخرت در نظام هستی وجود اختلاف است. حاکمیت الله متعال و ربوبیت او کمالش اونجایی هست که در این جریانات فکری و در ادامه و انتهای این درگیری ها فیصله بکنه و حکم بده. رها کردن خلائق بدون هیچ گونه نتیجه و بدون هیچ گونه فیصله ای شایستگی مقام ربوبیت پروردگار متعال نمیتونه باشه. در نتیجه قیامت یکی از دلایلش یا یکی از حجت هایی که بر وجوب قیامت
دلالت میکنه این هست که کمال ربوبیت پروردگار مختزاش وجوده آخرت و قیامتی هست که الله متعال حکم ده بین بندگان خودش و فیصله بکنه که کی بر حق هست و کی بر باطل هست. در این میان آیه‌ای که به دنباله این موضوع یا در ادامه این دو آیه یا دو ادعای اهل کتاب یک اصل فراموش شده رو یاد آور میشه، این هست که میگه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. در ادعا خب میتونه هر کسی بگه که آخرت مال ماست، در ادعا هر کسی هم میتونه بگه که تمام اون چی که دارم از مسائل فکری و اعتقادی و از جزئیات و کلیاتی که در فکر و اندیشه من وجود داره همه اینها جزء حقیقتی هست یا حقیقت مطلقی هست که نهایت و سعادت رو در بر داره. اما واقعیت اینه که میگه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. ظالمتر ستمکارتر کی هست نسبت به اون کسی که من میکنه مساجد الهی رو که درش نام پروردگار متعال بلند بشه و سعی میکنه در خراب کردنش، تخریب مساجد؟ خب در تاریخ اهل کتاب این موضوع ثبت هست که چطوری با نیروهای بیگانه تونست همکاری کردن و مسجد الاقصا رو ویران کردن. در تاریخ داستانهای متعدد یا حوادث متعددی ثبت شده هست و امروز هم ما عین این موضوع رو شاهد هستیم که چقدر مساجد رو تخریب کردن در کشورهای مختلف اسلامی، در سوریه، در عراق، و چقدر همکاری کردن با کسانی که دشمن این بودن و باز هم چقدر در ساختن مسجد موانع رو ایجاد کردند. خب این دلیل واضح و روشنی هست بر این که این وضعیت یا این ادعا میتونه حقیقت باشه. اگر بخواید نشانه سعادت و خوشبختی رو ببینید در قومی، ببینید چقدر به مساجد خودشون اهمیت میدن و چقدر مسجدها رو آباد میکنن. ما به جای مسجد، یک مسجد اجازه ساخت بهش داده نمیشه، ولی ده ها حسینیه ساختمانش که نه، بلکه براش مجللترین امکانات فراهم میشه. ده ها قدمگاه و مزار ساخته میشه و براش حمایت میشه، ولی مردم باید در نمازخونه بدون پخش اذان نماز بخونن. خب طبیعی است که این ادعا، یعنی ادعای سعادت در آخرت و ادعای هدایت در دنیا، با این عمل کرد نمیتونه اساس و بنیاد درستی رو داشته باشه. کی ظالمتر از این کسی هست که مساجد الهی رو مانع میشه که درش نام پروردگار متعال بلند بشه و در تخریب مساجد سعی و تلاش میکنه، نمیخواد مساجد رونق داشته باشه، نمیخواد که خانه های عبادت الله متعال توسعه پیدا بکنه. این افراد ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این افراد شایستگی اینو ندارن که در داخل بشن در این مراکز عبادی.
و واقعا هم اینطوری هست. مراکز عبادی کلن رونقی از وجود اینها نداره، و اگر هم فرزن حضورم پیدا میکنن یه حضور نمایشی هست برای ریا و برای تظاهر که در ضمن آموزه های دینی اون رو اصلا جزء لاینفک قرار دادند. اینها شایستگی و صلاحیت این دخول در این مراکز عبادی رو ندارن. لهم فی الدنیا خزیون، در دنیا برایشون رسوایی رو الله متعال به ثبت رسونده، و در آخرت هم عذاب عظیم رو، عذاب بزرگی رو. رسوایی در دنیا، شاید خیلی ها بگن خب جولان اینها، طغیان اینها، به همین صورت توسعه طلبی های اینها، امکاناتی در اختیار دارند، خب برخلاف این چنین وعده ای هست که ما در قرآن میبینیم. ولی واقعیت اینه که در تمام این اون چی که ما شاهد هستیم از توسعه طلبی از جولان، در واقع رسوایی هست. آنطوری که فکر و اندیشه انحراف در موقعیت حاکمیت و سلطه رسوایی رو به دست میاره، در هیچ موقع دیگری این رسوایی رو حاصل نمی کنه. رسوایی که اینها در این چند سال به دست آوردن و حقایقی که از فکر و اندیشه شون برای همه روشن شد، شاید در طول چند صد سال این اتفاق نیفتاده باشه. به حال مهم اینجاست که رسوایی محقق میشه، ولی با حکمت الهی. رسوایی محقق میشه با یک نظام لطیف و حکیمی که الله متعال در ضمن جریان حرکت زندگی خلائق گذاشته، و در آخرت هم عذاب عظیم رو باید داشته باشم. این موضوع در آیه بعد یک اصل بسیار مهمی رو با خودش داره، و اون این هست که انسان با ظاهری که از دین حامل هست هیچگاه نمیتونه دینداری خودش رو به اثبات برسونه. اون چه که در واقع دینداری حقیقی رو ثابت میکنه، اون همون آیه 111 بود که ما 112 بود که من اسلم وجهه لله و هو محسن، اون کسی که از درون و قلب تسلیم حکم الهی شد و پایبند به نظام الهی بود و در نیکوکاری مسیر خودش رو انتخاب کرد، اون هست که در واقع دنیا رو هم باید در نظر داشته باشه که سعادت خواهد داشت و در آخرت هم سعادت خواهد داشت. در آیه 115 این مطلب رو با الفاظ دیگه میاره به این صورت که ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال پروردگار هست. شاید ظاهری باشه، رو به قبله کنیم، ما میگیم قبله ما یکی هست، به سمت خانه خدا، به سمت کعبه، ولی این قبله یا این رو آوردن ظاهری چهره در این زمینه کافی نیست، بلکه باید در این میان تسلیم بشیم. اسلمه، تسلیم بشیم. تسلیم شدنی که از قلب آغاز میشه و در عمل و رفتار و کردار شکل تطبیقی خودش رو به دست میاره. ولله المشرق و المغرب، الله متعال مشرق و مغرب مال او هست. فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر سمت که رو بیاری در واقع اونجا به سمت پروردگار متعال هست. ان الله واسع علیم، پروردگار متعال حاکمیتش وسعت داره و علمش هم فراگیر هست، بر تمام جهان آفرینش عالم هست
و همه جهان هم بر در سلطه او هست و به همین صورت حاکمیت و سلطه او وسعت و توسعه تمام خلائق رو در بر داره. در نتیجه ظاهری که ما در خودمون ایجاد میکنیم برای شکل گرفتن یا شکل دادن باطن هست. اگر ما به ظاهر فقط اکتفا کنیم و با ظاهر بخوایم تمام سعادت و خوشبختی رو به دست بیاریم، این اصلی نیست که الله متعال برامون تعیین کرده. آیه 116 یکی از باورهای غلطی که اهل کتاب داشتند و بنیاد و اساس انحراف اونها رو شکل میداد رو مطرح میکنه تا تعارض این باور رو با ادعا و خودشیفتگی مطرح شده در دعایه ما قبل رو به خوبی روشن بکنه. و قالوا اتخذ الله ولدا، اینها با وجود این ادعا که میگن جنت هم در واقع ما میشیم وارد میشیم و حقیقت هم فقط در اختیار ما هست، اینها مدعی هستند که الله متعال فرزند گرفته. تسلیس در فکر مسیحیت، خب گاهی میگن که خود گاهی مدعی هستند که این دینی که ما بهش اعتقاد داریم یا تفکری که بهش معتقد هستیم، اون تفکر برگرفته هست از اینکه الله متعال نعوذ بالله فرزند گرفته، یا اینکه برگرفته از این هست که الله متعال در قالب یک فردی یا مخلوقی ظاهر شده. حالا چه بگن که عیسی خود خداست یا پرتوی از خداست، چه بگن فرزند خداست، در واقع نهایت هر دوی اینها یکی هست. سبحانه او، الله متعال مبرا هست، پاک است. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، الله متعال تمام آسمان ها و زمین در اختیار او هست، در ملک او هست و تمام آسمان و زمین در پیرو و تابع امر او هستند. در نتیجه این تفکر و اندیشه اساساً با مقام والای الوهیت پروردگار متعال هیچ گونه تناسبی نداره، در تعارض هست با مقام والای رب ذوالجلال. این تفکر در متاسفانه در بین ما هم این تفکر وجود داره. این تفکر وقتی که ما میگیم که الله متعال خلیفه ای رو در زمین تعیین کرده، وقتی که ما میگیم که الله متعال حاکمیت و سلطه و اداره جهان رو به افراد معینی که به عنوان ولی ما اونها رو میشناسیم سپرده، اولیا هستن، حالا چه میخواد این ولی مرده باشه یا چه زنده باشه، خب در واقع همون بحث تفکر مسیحیت هست که الله رو نعوذ بالله در قالب یک مخلوق تجلی میکنه و مقام الهی رو در قالب یک مخلوق جا میده. وقتی که حاکمیت سلطه الهی رو هم باز ما به همین صورت به کسی دیگری محول کنیم یا کسی دیگر رو یا مخلوقی رو این مقام رو بهش بدیم، خوب به طور طبیعی ما میتونیم بگیم که با تفکری که مسیحیت داره در تثلیث هیچ گونه تفاوتی نخواهد داشت. الله متعال مبرا هست از این ادعا، از اینکه خلیفه‌ای داشته باشه یا حاکمیت و سلطه رو به کسی دیگه سپرده باشه، یا اینکه فرزند داشته باشه و اون فرزند باز هم وارث حاکمیت و سلطه او باشه. بل له ما فی السماوات والارض، اون چی که در آسمان ها و زمین هست در ملک او هست، در پادشاهی او هست، در ضمن حاکمیت و سلطه او هست. کل له قانتون،
و همه خاشه و خازه او هستند. هیچ موجودی، نه نبی نه ولی، به طور مستقل بهش چیزی داده نشده، بلکه همه اونها پیرو رب ذوالجلال و حکومت و نظام و شریعت الهی هستند و خاشه و خاضع و عابد او شناخته میشن. والاترین و برجسته‌ترین مقامی که برای حتی انبیا ما قائل هستیم و برای خاتم المرسلین ما اون رو به زبان میاریم، عبودیت هست. میگیم عبده و رسوله، و مقدم هست عبودیت بر رسالت، چون عبودیت به مقام رسالت فرد رو میرسونه. خلوص در عبودیت هست که مقام رسالت رو برای یک رسول تعیین میکنه. بدیع السماوات والارض، الله متعال آسمان ها و زمین رو از هیچ آفرید، آسمان ها و زمین رو بی مثال و بدون هیچ گونه نمونه ما قبل آفرید. هیچ موجودی قبل از او و هیچ مؤثری و نمونه‌ای برای او وجود نداشته. اول او بوده و آخر هم او خواهد بود. ظاهر او هست، باطن هم او هست. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. آنگاه که بخواد امری رو اجرا بکنه، امری رو اعمال بکنه، امری رو صادر بکنه، میگه که کن اون میشه، بگه بشو میشه. نیازی نداره که نماینده داشته باشه، نیازی نداره که جانشین داشته باشه، نیازی نداره که فرزند داشته باشه، و نیازی نداره که خلیفه داشته باشه. خلاصه این مجموع آیات از آیه 117 سوره بقره برامون دو ادعای باطل بنی اسرائیل رو، یا دو مظهر خودشیفتگی بنی اسرائیل رو مطرح کرد، و در مقابل دو انحراف بزرگ فکری و اعتقادی بنی اسرائیل رو در مقابلش عملا ترسیم کرد. دو ادعا و خوششیفتگیشون این بود که آخرت فقط انحصار به ما هست، منحصر به فرد هست، این ما انحصاری سعادت و خوشبختی برای ما خواهد بود، و به همین صورت در دنیا هم حقیقت و حق منحصر در تفکر و اندیشه و باورهای ما هست. هر جریانی که این خودشیفتگی رو در خود جا بده، محروم میمونه از علم و دانش و پیشرفت. هر جریانی که، هر مذهبی که، هر آیینی که و هر فکری که به این دو بلا مبتلا بشه، فکر کنه که فقط با انتساب به یک جریان فکری، به یک شخصیت وارسته، به یک نبی مرسل، به یک شخصیت پاک، فقط با نسبت دادن خود به اونها میتونه سعادت به دست بیاره، اشتباه کرده. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون کسی که تسلیم قلبی در قبال پروردگار متعال رو در قلب خودش حامل باشه و عملا هم شریعت الهی رو پیروی بکنه، اون هست که اجر آخرت رو داره، اون هست که در آخرت و عاقبت هیچ گونه خوف و حزنی رو در پیش روی خودش نخواهد داشت. آرامش و سعادت و خوشبختی رو باید در انتظار باشه. در مقابل این دو ادعای باطلی که اهل کتاب داشتن، دو دلیل روشن آورد برای این که نه تنها این ادعاشون باطل هست، بلکه عملکردشون برخلاف این دو موضوع هست. اولین
عمل کرد و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. بزرگترین ظلمی که اونها مرتکب میشدن و میشن جلوگیری از توسعه پیشرفت مساجد، خار چشم بودن مساجد موحدین در نزد اونها، مانع تراشی برای بنای مسجد، مساجد الهی، ده ها اتهام زدن برای کسانی که کار عمران و سازندگی مساجد رو پیگیرن یا در تلاش هستن برای انجام وظیفه در این راستا و در ارتباط با اون چی که هست و سعی فی خرابه ها، سعی بکنن در این که اون چی که هست تخریب بشه، رونق نداشته باشه، اینقدر سیستم اطلاعاتی و امنیتی رو بر مسجدها غالب بکنه که کسی جرأت نماز خوندن نداشته باشه، آزادانه کسی نتونه به فکری و اعتقادی رو مطرح کنه، سخنرانی ها و دروس رو کاملا زیر نظر خودشون در بیارن، فقط مداهی و تملق و تأیید اون چیزی در مسجد وجود داشته باشه که حاکمیت یا جریان حاکم اون رو میپسنده. خرافه و به همین صورت بدعت ها و در مقابل رد سنت ها به طور یک امر جدی در ضمن فعالیت های مسجد جا داده بشه. در این صورت هست که در واقع نقش مسجد صفر میشه و سعی در تخریب مساجد صورت میگیره. تخریب مساجد در واقع از بین بردن ساختمان مسجد فقط نیست، اونطوری که ما در خیلی از مساجد این اتفاق افتاده، مساجد مدارس ما تخریب شده، مسجد رو از نقش حقیقی خودش انداختن یک نوع تخریب حقیقی هست، رسالت مسجد رو ازش سلب کردن تخریب مسجد هست، توحید رو و دعوت توحید رو مانع شدن در مساجد خب به طور طبیعی این تخریب مساجد هست. و نکته دوم اعتقاد هست، و قالوا اتخذ الله ولدا، برای پروردگار و متعال جانشین یا فرزند رو تصور کردن. خب کل ولایت یا تفکر ولایی بر بحث جانشینی خدا قائم است، به جای خدا نقش داشتن و به جای خدا در زمین خدایی کردن، مقام الله متعال رو به غیر الله دادن، حاکمیت و به همین صورت سلطه جهان رو و اداره جهان رو به عنوان ولایت تکوینی برای خلائقی اثبات کردن که اونا خودشون اصلا وجود عینی ندارن، اصلا خودشون فوت کردن و در شرایطی فوت کردن که خودشون نتونستن برای آسیب رسیدن یا از آسیب باز موندن بس خودشون کاری انجام بدن، همشون کشته شدن، همشون در شرایط بسیار وخیمی زندگی خودشون رو سپری کردن، به اونها حاکمیت جهان رو سپردن و از اونها استمداد طلبیدن و به همین صورت کمک خواستن. از الله متعال میخواییم که ما رو از بلای خودشیفتگی نجات بده و به ما اخلاص در قلب و به همین صورت عمل نیک خالص در عمل کرد زندگی روزمره عطا بکنه. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب أنزلناه
يتذكر أولو الألباب.